بینندگان عزیز، خدمت همه شما سلام عرض می کنم. بنده ادوارد هوفسپیان هستم که امروز 13 جلسه درس های خدمت شبانی را با شما می گذرونم. هفته قبل در مورد قسمت هایی از اصول ملاقات های مهم و مفید شبانی را با شما در میان گذاشتم که ما رسیده بودیم به اصل 12 و امروز در دنباله این اصول ملاقات شبانی که یکی از مهمترین خدمات کار شبانی ملاقات و دید و بازدید از مردم هست، ما اصول مؤثر و مفید این ملاقات را یا ملاقات ها را خدمت شما داریم، از تجربه‌ای که داریم و همینطور از آنچه که از کلام خدا فهمیدیم تعلیم می‌دهیم. اصل 13 در رابطه با ملاقات های شبانی اینه که هدف از ملاقات‌های شبانی شناخت بیشتر اعضا و ایجاد ارتباط متقابل برای انجام خدمت مؤثرتر به آنهاست. چون اگه ما این هدف را ندونیم و هدف را گم کنیم، بسیاری از وقتا برای ما این گونه ملاقات‌ها حالت فقط دید و بازدید و خوشوبش کردن و از اینجا و از اونجا حرف زدن و جوک گفتن و نهار و شام خوردن و شب نشینی به اصطلاح خواهد بود و دیگه تمام میشه. البته طبیعیه که این چیزا توش هست. ملاقات شبان باید خیلی ملاقات طبیعی باشه، نه اینکه اینقدر مقدس گونه و ملکوتی باشه که اعضای کلیسا اصلا نتونن در حضور او راحت و طبیعی باشن. در کنار تمام این چیزها او باید هدفی داشته باشه از این ملاقات ها. هدف شبان اینه که اعضای کلیساش رو بیشتر بشناسه و با اونا ارتباط صمیمانه تر برقرار کنه تا بتونه خدمت مؤثرتر به اونا بکنه. این کل هدف و نباید این هدف فراموش بشه. و برای اینکه بتونه به این هدف برسه، شبان باید توی ملاقات ها به صورت خیلی ملایم و طبیعی فضایی را ایجاد کنه که یک ارتباط متقابل به وجود بیاد. بعضی از شبانان متاسفانه وقتی به ملاقات میرن فکر میکنن اونجا جلسه کلیساییه و انگار رفتن روی منبر. از اول تا آخرش اونا صحبت میکنن، موعظه میکنن و اون اعضا هم باید اونجا گوش بدن. همینطور که در کلیسا باید سر تا پا گوش باشن، اونجا هم تو خونهشون هم باید همون حالت باشه. شبان نباید در ملاقات ها متکلم وحده باشه. او باید به دیگران هم اجازه بده که اونا هم حرف بزنن. اگه سوالاتی دارن خیلی راحت با اون مطرح کنن و جوابها رو بشنون. اگه قانع نمیشن، شبان دلایل بیشتری بیاره و سعی کنه که تفهیم کنه موضوع را. اعضا باید بتونن در این ملاقات ها حرفای دلشون رو با شبان مطرح کنن، یعنی با او درد دل کنن. اگه انتقادی دارن، مشکلی دارن، به راحتی پیش شبان خودشون مطرح کنن و نترسن و فکر نکنن شبان حالا از اونا دلگیر میشه یا از اونا قهر میکنه و دیگه روی اینا رو نمیبینه. نه، شبان قطعا ظرفیتش باید بالاتر از این حرفا باشه. اتفاقا بهتره که اعضا حرفای دلشون رو پیش شبان بگن تا پشت سر او بگن. حتی اگه از یک موضوعی در کلیسا ناراحتن یا از خود شبان کلیسا ناراحتن، دلگیرن، باید بتونن خیلی آزادانه با شبانشون مشکلشون رو در میان بذارن و شبان با صبر و حوصله آنچه را که اونها میگه گوش بده، سعی کنه درکشون کنه و در صدد رفع مشکل اونها بکوشه. همینطور شبان باید از پیشنهادات سازنده، نظریات مفیدی که برای بنای کلیسا دارن و میخوان مطرح کنن باید دریغ نکنن. بعضی وقتا اعضای کلیسا ممکنه چیزی رو تشخیص میدن که رهبران کلیسا هم متوجه نشن. رهبران نمایندگان اعضای کلیسا هستند، بنابراین اعضای کلیسا خودشون هم میتونن خط بدن به شبان و رهبران. پس شبان باید ظرفیت اینو داشته باشه که صحبتهای اونها رو در مورد نظریات مفیدشون هم بشنوه. وقتی این روابط این گونه برقرار شد، در حقیقت اون ملاقات یک ملاقات مفیدی هست. اصل 14 اینه که شبان باید از بیان مطالب بحث‌انگیز در ملاقات‌های شبانی که موجب سوء ظن و بدبینی و غیبت می باشه پرهیز کنه. یک ملاقاتی هست که ما را از مسیر اصلی دور نگه می داره.
من متوجه شدم بزرگترین نقشه شیطان اینه که ما را از هدف دور نگه داره. به جای اینکه ما با اصل مشغول بشیم، با فریاد مشغول بشیم. به جای اینکه به ریشه بچسبیم، به شاخه ها متصل بشیم. بنابراین ما باید مراقب باشیم که توی این ملاقات ها یک چیزایی هست که فضا را جوری برمیگردونه که ما را از مسیر اصلی دور میکنه. مثلا مواردی که باعث تضعیف روحانی اعضا میشه، به جای اینکه اونا بنا بشن، صحبت هایی که ما میکنیم خرابی در اونها ایجاد میکنه، فکر اونها را مخشوش میکنه. به جای حسن تفاهم، سوء تفاهم ایجاد میشه و شک در ذهن هاشون ایجاد میشه. مواردی که شبان از اسرار اعضای کلیسا که غایب هستند پیش اعضای دیگه صحبت میکنه و البته طبیعیه که اعتماد اون افراد دیگه نسبت به شبانشون از دست میره. شبان باید مراقب زبانش باشه، بدون چی از زبانش بیرون میاد. او باید خیلی در این قسمت نمونه بهتری باشه، ضمن اینکه خیلی راحت و آزاده، ولی کنترل دهانش در دهان او قرار گرفته باشه، مثل داوود که میگه خداوند بر دهان من نگهبانی فرما و در لبهایم را نگه دار. همینطور اعضایی که جو غیبت را میخوان ایجاد کنن و بدگویی را، شبان باید بسیار حکیمانه موضوعات را برگردونه به چیزهای مثبت و اجازه نده که جو مسموم و منفی در اونجا حاکم بشه و با حکمت الهی که خدا بهش عطا میکنه بتونه مسیر را به شکل مطلوبی تغییر بده. بنابراین خیلی مراقب باید باشه شبان که ملاقات ها مفید و سازنده باشه. اصل 15 اینه که ملاقات های شبانی باید بیشتر در مسیری قرار بگیره که مربوط به احتیاجات اعضای کلیسا باشه. این خیلی مهمه. شبان جایی که میره باید ببینه نیاز اونها چیه. همه رو نمیشه که با یک چوب زد. نیازهای افراد با هم فرق داره. حکیم باشی های سابق که در دهات و روستاها بودن، اینطور که اجداد ما تعریف میکردن، اینا یکی دوتا دارو داشتن، هر مریضی که پیش اونا میرفت همون رو تجویز میکردن، حالا داروهای البته سنتی زمان خودشون. دیگه غیر از اون چیز دیگه ای رو نداشتن که بدن. حالا طرف سرش درد میکرد یا شکمش درد میکرد یا پاش درد میکرد یا کمرش، بالاخره برای همه اونا همون یکی دوتا دارو بود. میگن یک شبان یک برکتی از خدا گرفته بود که خیلی به آن میبالید و هر کس منزل اون میرفت اون برکت رو براش تعریف میکرد. برکتش هم روی کاغذی نوشته بود و هر عضوی خانهش میرفت میگفت خانم لطفاً اون برکت منو بیار، من برای اینها بخونم، و از روی نوشته میخوند. و سالها تو همون یه دونه برکت ایشون متوقف مانده بود و همه شنیده بودن و بعضی ها بارها شنیده بودن. یک بار وقتی دوباره افرادی منزل او میرن میگه خانم لطفاً برو برکت منو بیار. این دفعه خانم با یک کاغذ پاره تقریباً نصف بیشترش پاره شده و یا خورده شده برگشت گفت ببخشید آقای عزیز، شوهر عزیزم، برکت تو را موش خورده. حالا بعضی از برکات هستن که وقتی ما اینطوری به طور ثابت توش میمونیم همین حالت رو داره. شما باید ببینید نیاز اونها چیه. ممکنه شما از یک چیزی برکت یافتید ولی نیاز اونها در اون چیز نیست. باید شرایط اونها را درک کنید، وضعیتی که اونها توش هستن. پس شبان کلیسا باید از روح القدس طوری پر باشه که هم روح القدس به او بگه نیازها چیست و هم اینقدر با اعضای کلیسا ارتباطش نزدیک باشه که خودش بتونه این را تشخیص بده. من دوباره یادم میاد که در سال 1994 موقعی که بنده در ایران بودم و ما در همون سال 3 از برجسته ترین افراد کلیسای ما شهید شدن، همون اوائل سال برادر هایک اسقف کلیساهای جماعت ربانی، برادر بزرگتر بنده، و بعد 5 بعدش کشیش مهدی دیباج و کشیش تاتبوس میکایلیان. روزای بسیار سختی بود و البته ما شهیدان دیگه هم در سالهای دیگه داشتیم، ولی مخصوصا اون سال که اینطوری پشت سر هم بود و کلیسا در یک جو و فضای خیلی سنگینی قرار گرفته بود،
بنده هم خیلی در فشار بودم، ولی باید باعث تسلی این ماتمیان می شدم. خانواده های این شهیدان خب خیلی در عزا و ماتم بودن. خاطرم میاد خانواده کشیش میکایلیان که خانواده خیلی با محبتی بودن، همسرشون بعضی وقتا بسیار افسرده و دلشکسته می شدن و ما سعی می کردیم مرتب ملاقات بکنیم، ولی یک وقتای خاصی بود که خداوند در قلب من میذاشت با یک پیغام مخصوص و یک مکاشفه ای از کلام خدا و هدایت میکرد که امروز برم منزل کشیش میکایلیان و این رو به خانومشون و بچه هاشون بگم. بارها این پیش اومد و وقتی من رفتم و آن را مطرح کردم، این شهادت رو چندین بار شنیدم که خانومشون گفتن که برادر ادوارد، امروز مخصوصا خداوند شما رو فرستاد و آنچه که شما گفتید دقیقا امروز پاسخی بود که من نیاز داشتم که بشنوم. دردی بود که امروز با خدا مطرح کرده بودم، دلشکستگی و غمم رو مطرح کرده بودم، ولی خداوند شما رو فرستاد و جواب منو داد و باعث تسلی من شدید. همین ملاقات های اینگونه که احتیاج را رفع می کرد باعث شد که ما خیلی با هم صمیمی و نزدیک بشیم. یک نفر مزمور 23 آیه اول را میخوند به این شکل. خب آیه اول مزمور 23 میگه خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. بعد اسم شبان خودش رو آورد، گفت فلانی شبان من است، محتاج به همه چیز خواهم بود. حالا در هر صورت شبان کلیسا باید بتونه مثل خداوند تا اونجایی که ممکنه احتیاجات اعضای کلیساش را حالا در هر قسمت که هست در حد توان خودش برآورده کنه. اصل 16 اینه که دعای شبانان پیش از هر ملاقاتی زمینه مساعدی برای ملاقات شبانی به وجود می آورد. شبان قبل از هر ملاقاتی باید واقعا دعا کنه که خدا قلب باز و آمادهی به ملاقات شونده خودش بده. شبان برای خودش هم باید دعا کنه تا حکمت و هدایت لازم و روشن را برای ملاقات با مردم از خدا به دست بیاره. همینطور دعای شبان در ملاقات ها باید این باشه که او تحت کنترل روح خدا قرار گرفته باشه تا واقعا بتونه سبب برکت بشه، ملاقات او بتونه فضای اون مکان را عوض کنه، سبب تغییر روحی، تغییر عاطفی و روانی و جسمی و شفای مردم بشه. یعنی حقیقتا اونها بدونن که مرد خدا امروز به خانهشون اومد و این باعث میشه که دیگران بفهمند، متوجه بشن که این مرد با دعا آمده، با هدایت خدا آمده و وجودش مفید بوده. یکی از شبانان تعریف میکنه که میگه که من هر جایی که برم، هر خونه ای را که زنگشو میزنم، درشو میزنم، با ایمان قبل از اینکه وارد بشم میگم ای خداوند این خانه را تحت پوشش خون بره خدا قرار میدم. ایشون تعریف میکرد که چگونه توانسته با این دعا بر خیلی از چیزهای مخرب و منفی با قدرت خون عیسی مسیح غالب بشه. اصل 17 هم خیلی مهمه. اصل زیاد روحانی نیست ولی کمتر از چیزهای روحانی مهم نیست. ظاهر و لباس پوشیدن شبان به هنگام ملاقات خیلی مهمه که مرتب و تمیز و آراسته باشه. او نباید با لباس کثیف و نامناسب یا ناهماهنگ وارد خونه کسی بشه. عقل مردم در چشماشونه. مردم قلب ما رو نمیبینن، روح ما رو نمیبینن، ولی ظاهر ما رو میبینن. اگه بخوام کمی این مسئله ظاهر و لباس شبان را برای شما روشن کنم، باید یک کمی بشکافم برای شما. مثلا کفشای شبان باید واکس زده باشه، تمیز. صورت او را اگه ریش نمیزنه باید اصلاح شده باشه. اگه ریش هم میگذاره باید ریش مرتب و منظمی باشه. باید اودوکلون خوشبوی ازش استفاده کرده باشه. او هم عطر خوشبوی مسیحه و هم بعد از وجود او، از بدنش، از دهنش، از جوراب‌هاش، پاهاش بوی بد به مشام دیگران نرسه. دندان‌ها باید مسواک کرده باشه. شاید خوب باشه قبل از روبرو شدن با مردم از بعضی از این خوشبوهای دهان استفاده بکنه.
چون بعضی ها دهانشون بدون اینکه خودشون بفهمن با مردم در ارتباطن بو میده و مردم هی مجبورن فاصله بگیرن. مراقب عرقای بدنش باشه، با عطرافشان بتونه بوی خوشی رو از اونجا به مشام دیگران برسونه، لباساش رو تو کرده باشه، رنگامیزی لباساش با هم هماهنگ و مناسب باشه. ظاهر آراسته شبان بیانگر احترامیه که اون نسبت به ملاقات شونده و مردم قائل میشه. وقتی یک شبان کلیسا با ظاهر تر و تمیز به یک جایی میره، میفهمن که اون مردم رو احترام کرده. بنابراین نباید نسبت به این جنبه از خدمت ملاقات و ارتباطات خود با مردم ما بیتوجه باشیم. اصل 18 رعایت وقته. رعایت وقت در ملاقات‌های شبانی را فراموش نکنید. در کتاب مقدس در رساله کولسیان باب 4 آیه 5 از ترجمه هزاره اگه بخونم، میگه از هر فرصتی بیشترین بهره را بگیرید. برای اینکه این موضوع رو خوب بفهمیم، اولین نکته اینه که شبان باید خودش شخص وقتشناسی باشه، یعنی به موقع سر قرار و بازدید خود بیاد. چون اگه اینجوری نکنه و او رو بدقول بشناسن یا آن تایم نشناسن، از احترام و وجهه او کم خواهد شد. پس این مسئله وقت و خوشکل بودن و مرتب بودن در این قسمت و منظم رفتار کردن با وقت را فراموش نکنید که خیلی مهمه در خدمت شبانی. دومی که اگه مشکل بحث انگیز خاصی تو این ملاقات ها وجود نداره، شبان حدود 1 ساعت را برای ملاقات یک خانه در نظر بگیره. اگه فقط جنبه مشارکت و دیدار و تقویت و تجدید محبت هست، همون 1 ساعت هم کافیه، حدود 1 ساعت حالا. ولی چنانچه وقت بیشتری نیاز هست، مثلا برای شام یا دسر و امثال اینها دعوت کردن، بعد مواظب باشه که ملاقات او اینقدر طولانی و خسته کننده نباشه که دیگران دیگه آرزو کنن این شبان زودتر از خونهشون بره. نباید اینطور فکر کنن که این شبان بیکار، خدای نکرده علاف، مسئولیت نداره، شرایط اونا رو که صبح زود باید برن سر کار درک نمیکنه. و این افکار برای شهادت زندگی شبان چیز مفیدی نیست. بنابراین شبان برای اینکه اثر این ملاقات ها محفوظ بشه، باید بیش از حد در اون خونه نمونه، ملاحظه دیگران رو هم بکنه. البته در یک موارد اضطراری و حادم پیش میاد که ممکنه لازم باشه شبان تمام روز را یا تمام شب را با یک عضو بیدار بمونه و کنار او باشه. بنابراین اینها را شبان باید تشخیص بده و از وقتش حداکثر استفاده را برای خدمت ملاقات انجام بده. اصل 19، شبان باید وقت ملاقات‌های فردی و خانوادگی مخصوصی با همکاران و رهبران کلیسا داشته باشه. یکی از مهمترین ارتباطات شبانی ارتباط او با همکاران و سایر رهبران کلیساست. چرا این مهمه؟ چرا تأثیرات و نتایج ملاقات‌های شبان با همکارانش و رهبرانش فایده داره؟ برای اینکه اتحاد شبان و رهبران خیلی موثره و وقتی ملاقات انجام میشه این اتحاد قوی تر میشه، در نتیجه روی بازدهی و خدمت شبانی تأثیر مستقیم میذاره. تکروی شبان مانع اتحاده. اونا باید همکاراشو و دوستاشو فراموش کنه، باید با اونا بشینه، از اونا تقویت بشه، از اونا خط بگیره، به اونا خط بده و یک رابطه متقابل داشته باشه. دوستی و صمیمیت شبان با هیئت رهبری مانع نفوذ افراد تفرقه‌گر و نامطیع در کلیسا میشه. دیگه به اصطلاح اونایی که میخوان عذاب گلالود ماهی بگیرن جلوشون گرفته میشه. همینطور دوستی و صمیمیت شبان با رهبران باعث میشه که اونا دلگرمتر بشن، خدمت کنن و شبان رو تنها نگذارن و بار شبان کمتر بشه. بنابراین هر چقدر شما بیشتر به این گروه و افراد رهبر و قدیمی و با تجربه بها بدید، وقت بدید یا سرمایه گذاری بکنید، به همان اندازه ازش نتیجه خوب بهتری خواهید گرفت. یعنی جای دوری نخواهد رفت. من یادم میاد که حدود 25 سال پیش
که من شبان کلیسای تهران شده بودم، اونجا مشایخ خیلی خوب و قدیمی و با تجربه ای داشتیم و من در اولین جلسه ای که با اونها داشتم اعضای کلیسای اونجا را خیلی خوب هنوز نمیشناختم، بعضی ها را میشناختم ولی اکثرا نمیشناختم، پس نیاز داشتم که عزیزان منو کمک کنند در امر شبانی و مشورت دهیم. در همون جلسه اول مشایخ من از دهانم بیرون اومد، گفتم فردا شب قرار فلان جوان بیاد خونه ما و من نمیدونم کارش با من چیه، ولی به من گفته کار خیلی مهمی با من داره. دیدم سه نفر بودن اون مشایخ، همه خندیدن. گفتم برای چی خندیدید؟ یکی از اونا گفت که آخه فردا صبح با من قرار گذاشته. دومی گفت ظهرش هم با من قرار گذاشته. سومی گفت پس شما نمیگید بعد از ظهرش هم ایشون قرار بیاد خونه ما و شب هم قرار بود بیاد منزل ما. و هیچ کدوم باخبر نبودیم و اون روز تصادفاً فهمیدیم که ایشون ظرف یک روز 4 نفر از مشایخ و رهبری تاپ کلیسا رو میخواد ببینه. پس ما فهمیدیم ایشون هدفش چی بوده که خواسته ما 4 نفر رو ببینه. با شناختی که از ایشون اون 3 نفر داشتن و منم تا یه حدودی میشناختم، اینا گفتن ایشون یک شخصیت دو به همزن داره، یعنی فضوله، و میخواد هر 4 نفر ما رو ببینه، به اصطلاح دم ما رو ببینه، موضوع رو با ما در میان بذاره، بعد ببینه کدوم یکی از این 4 نفر مشورتش بیشتر باب میل اوست، اونو انجام بده و وقتی 3 نفر دیگه اعتراض کنن بهشون بگه شما این یکی رو قبول ندارید، ایشون به من گفت این کار رو بکن و اونو با این 3 نفر دیگه درگیر کن. ما چون فهمیدیم ایشون مشکلش از کجا آب میخوره، پس همه با هم متحد شدیم که ایشون رو به توبه از این تفکر غلطش وادار کنیم. یعنی شب وقتی اومد خونه ما، ایشون دیگه هیچ چیزی نداشت بگه غیر از توبه، چون من فهمیدم 3 تا همکار بنده اونو حسابی آماده کرده بودن برای این کار و فرستاده بودن پیش من که توبه کنه. بنابراین دقت می‌فرمایید این نتیجه همکاری مستقیم شبان و دیدارهایی که او با مشایخ داره و بعضی وقتا شبانان این را رعایت نمی کنن و خودشون میخوان تنها انجام بدن همه کارا را. اصل 20 در قسمت ملاقات شبانی اینه که شبان باید مراقب باشه که اصل عدالت را در ملاقات‌های شبانی رعایت بکنه. در کتاب حزقیال باب 34 آیه 16 خداوند میگه ایشان را به انصاف و عدالت رعایت خواهم نمود. انصاف و عدالت، در حقیقت اونجا خداوند به عنوان یک شبان اعظم گله داره صحبت میکنه. رعایت اصل عدالت یعنی چی؟ یعنی سرویس دهی شبانی به صورت برابر و مساوی به اعضای کلیسا بدون اینکه تبعیضی و تفاوتی نسبت به اونها قائل بشه. این میشه خدمت با عدالت. یک عضو کلیسا وقتی ببینه که شبان کلیسا عدالت رو رعایت میکنه، فرصت اینو پیدا نمیکنه بیش از حد به شبان وابسته بشه و یا متکی بشه. او نمیتونه تنها مورد توجه شبان قرار بگیره. اگه بخواد وقت او را خیلی بگیره و ملاحظه افراد دیگر را نکنه، اینجا انصاف از بین میره. شبان مال همه است. یک عضو نباید به خودش اجازه بده که بیاد همیشه تمام وقت شبان رو بگیره، بعد از هر جلسه بخواد مفصل با شبان صحبت کنه و شبان دیگران منتظرش باشن ولی اصلا نتونن شبانو ببینن. خب این درست نیست. شبان خودش هم باید رعایت کنه که این انصاف نیست که به یکی سرویس خیلی بده به یکی کمتر. شبان باید به این گونه اعضا بفهمونه که او مسئول رسیدگی به همه است، نه یک نفر یا چند نفر به خصوص. ضمناً برای اینکه شبان اصل عدالت را فراموش نکنه، همیشه لیست اعضا باید در اختیار او باشه، اصلا روی میز او قرار گرفته باشه. نگاه کنه ببینه به کی بیشتر سر زده، به کی کمتر، کی از گردونه خارج شده، کی الان مدت هاست که باش در ارتباط نیست، و برای اینکه در حق هیچ کس اجحافی پیش نیاد، او باید بر اساس اون لیست تنظیم کنه برنامه ریزی رو که بتونه همه اعضا رو پوشش بده. و وقتی این موضوع رعایت بشه، اعضا میفهمن که شبانشون واقعا پدری میکنه در حق همه و طرفداری نمیکنه، پارتی بازی نمیکنه، ظاهر بینی نمیکنه. این خیلی مهمه. کلام خدا
در اعمال رسولان باب 10 آیه 34 گفته نزد خدا طرفداری نیست، و همینطور در اعمال در کتاب رومیان باب 2 آیه 11 هم میگه خدا را ظاهربینی نیست. بنابراین ما باید مراقب باشیم که در کار شبانی مثل خدا عمل کنیم. اگه اصل عدالت رعایت نشه، اعضا دلشکسته میشن، بدبینی پیدا میکنن نسبت به شبان، پشت سرش حرف میزنن، و همینطور حسادت اعضا نسبت به کسانی که بیشتر مورد توجه شبان قرار گرفتن برانگیخته میشه، و ضمناً فراموش میکنن که شبان به دلایل خاص اومده، و یعنی این را شایع میدن که شبان به دلایل خاص هوای بعضی از افراد را زیادتر داره، حالا به خاطر اینکه اون ثروتمندتره یا اینکه مقامش بالاتره یا اینکه هوای او را بیشتر داره یا شبان را بیشتر سرویس میده یا هدایا به شبان بیشتر میده یا با شیرینی و چاپلوسی میتونه نظر شبان را جلب کنه. در نتیجه شبان میبینید با این شخص 10 بار در طول سال ملاقات داشته و عضوی هم تو کلیسا هست که هر وقت میخواد شبان رو ببینه شبان برای او وقت نداره. پس عزیزان رعایت کنید این اصل را، چون شهادت خوبی برای شبان نخواهد بود. و بالاخره من با یک اصل دیگه تمام کنم، اصل 21، شبان باید برنامه فوق‌العاده جمعی برای مشارکت‌های مسیحی ایجاد کنه و خودش شرکت فعالانه با اعضای کلیسا در جمع داشته باشه. این برنامه ها شامل مشارکت های عمومیه، مشارکت های فردی نیست. پیکنیک ها، شام های کلیسایی، برقراری جشن های مربوط به عیدهای مسیحی، برقراری سمینار ها و کنفرانس ها، و بعد خود جلسات کلیسایی. در این طور وقتا شبان و همسرش باید مراقب همه باشن، همه جا بگردن و چشمشون رو همه باشه، خوشوبش با همه داشته باشن، ارتباط فقط محدود به یک یا چند نفر مخصوص نباشه. اونایی که کار طولانی با شبان دارن، شبان یه وقت جداگانه با اونها بذاره. شبان خودش باید پیش قدم بشه، سلام علیک گرم با همه بکنه، ارتباط صمیمانه برقرار کنه. باور کنید همان چند لحظه ارتباط گرم و صمیمانه شبان و خوشوبش او و همسرش با مردم و با فرد فرد اعضا سبب تقویت کلیسا و قوت قلب اعضای کلیسا خواهد شد. به فیض خدا این بحث را دفعه بعد، مقدار کمی هم باقی مانده، ما به اتمام خواهیم رساند، و الان میخوام خواهش کنم دعا کنیم که خداوند همه کسانی را که در خدمت شبانی هستند در این مسیر تقویت کنه. خداوند ای شبان اعظم گله، شبان نیکوی ما عیسی مسیح، ما واقعا نیاز داریم که روح تو در ما کار کنه و تفکر تو و روش تو به ما منتقل بشه تا ما بتونیم شبانی بکنیم مقبول دل تو و مطلوب آنچه که تو ما را برای آن دعوت کردی. پس این فیض رو به همه ما عطا کن، چون به لیاقت نام مقدست می طلبیم. آمین.